بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. حمله آمریکا به افغانستان، این قسمت از تاریخ افغانستان رو هم من شاهد بودم. بعدها گفته شد که نمیدونم آمریکایی‌ها بهونه درست کردن، خودشون برجا رو زدن. نه، اینجوری نیست. اونها به اون برجا رو عرب ها زدن، اسامه بن لادن و به اصطلاح دوستاش زدن و در این شکی نیست. اونا هرگز تکذیب هم نکردن، ولی یه دلیل، شاید دلیلش اینه که خود آمریکایی هم این تبلیغات پخش میکنه که یعنی کسی زورش به ما نمیرسه. ولی در این شکی نیست که ما که در افغانستان بودیم از بعضی از ظواهر میفهمیدیم که عربا حالتی چی دارن. به اصطلاح ظاهرا مستقر نیستن، منتظر مشکل هستن، ولی گویا خود عربا هم نمیدونستن که عکس العمل آمریکا اینقدر بزرگ باشه. به هر حال به نظر من ورود آمریکا به افغانستان تقصیر عرب ها بود. اونا به حمله به دو تا برج آمریکا اونا رو دعوت کردن به جنگ. این نظر منه. اما آمریکایی چجوری اومدن؟ وقتی که اومدن اول هوا رو گرفت. اونا دیگه نیروی هوایی قوی تر دارن و طالبان کم کم متوجه شدن که اولین بار است که تو شهر دارن جنگ میکنن. جنگ های طالبان چریکی بود دیگه. من تو همون روزا تو کابل بودم، اینا باور نمیکردن که همین تیر میزنه، مستقیم میزنه. یعنی مثلا اگه یه ضد هوایی بود همون ضد هوایی رو میزد، این طرف اون طرف هم نمیزد. خب تکنولوژی آمریکا بر شما معلومه، روحیه‌شون دیدم به هم ریخته است. این هم من شاهد بودم. منتها چیزی که اینها رو شکست داد میدیا بود. یعنی ظاهرا ملا عمر نمیخواست که اینا از شهر برن. به نظرم یک فرمانداری تو شهر بود که اون فرماندار با آمریکایی‌ها ساخته بود. حالا من چون که همشون مردن نمیدونم، چون 100% نمیگم اسمو، ولی این چیزیست که مشهور است و با اون آدم هم ترور شد بعدش، یعنی توسط طالبا کشته شد، چون بعدش با دولت جدید همکاری کرد. گفته میشه که اون فرماندار شهر کابل به آمریکایی‌ها ساخته بود و دستور عقب نشینی رو داده بود. گرنه ملا عمر میگه عقب نشینی نکنین، جنگ کنین. گفته شده که جان مانجور سفیر آمریکا بوش یک 10 روپیه‌ای پاکستانی نشون داده که نصفش دستش بود. اون آدم با اینا ملاقات کرده بود، اون فرماندار گفته بود که آقا هر وقت که با این گفته بود که من با شما همکاری میکنم. اون گفته که شما که همکاری میکنی اگه دفعه بعد نفرت اومد من از کجا بفهمم که مال توه؟ میگه از جیبش 10 روپیه‌ای در آورد یا 5 روپیه‌ای پاره کرد، میگه نصفش به من داد. گفت هر کس نصف دیگر آورد اون از طرف من اومده. این آقای جان مونجو میگه من به هیچ کسی نشون ندادم مگر به آقای بوش، یعنی این 5 روپیه‌ای رو. یعنی به هر حال یکی داشت باشون همکاری میکرد و این همکاری توسط بی بی سی و میدیا اون وقت، الان اینترنت در اومده. این دفعه باز میرسیم علت پیروزی طالبان این دفعه، یه دفعه هم یه چیزی هم اینترنته، کسی که شاید خودشون هم ندونن. اینطور بود که بی بی سی وقتی که مسئله حساس میشه 24 ساعته میکنه برنامه‌شو و افغان‌ها بی بی سی دیگه معذرت میخوام قرآن دومشون بود، حالا نقشش کم شده. همه چیز از بی بی سی میگرفتن، چشم خود میدیدن باور نمیکردن. و عجیب و من العجایب این است که رهبر طالبا ملا عمر با بی بی سی مصاحبه کرد و بی بی سی با این مصاحبه مشهور میشه دیگه، بیشتر مردم بهش اطمینان میکنن. لذا در وقت چیز شهرها رو بی بی سی یکی سقوط میداد. من خودم به دقت یادم است که وقتی تو جلال آباد بودم بعد از سقوط شهر کابل به نظرم بود یا نبود، یادم نمیاد، نبود هنوز یا بود دیگه، حالا عمری گذشته. نشسته بودیم در یه رستوران با یک ملکی و اصلا بالا تو ایوان نشسته بودیم، بعد از غذا داشتیم چای میخوردیم، خیابون نگاه میکردیم و صحبت میکردیم. در همین وقت دیدیم که عرب ها اومدن، طالب ها رفت آمد داشتن تو شهر، عرب ها اومدن مثلا کباب بخرن ببرن با اسلحه و فلان تو بالای رستوران تو وسط شهر. حالا همه بی بی سی گوش میکنن دیگه. بی بی سی گفت جلال آباد هم سقوط کرد. همین ملک به من گفت ببین چقدر دروغ میگه. همین ملک 2 دقیقه بعد گفت شاید یه جا سقوط کرده باشه، ما خبر نداریم. یعنی مردم به چشم خود اطمینان نداشتن، اینا که به بی بی سی اطمینان داشتن. و یه خاطره از خودم بگم، من که یه دفعه بیگناه زندانی شدم، بارها اینو به شما گفتم، تو پاکستان بیگناه به خاطر اینکه رئیسش میخواست یکی مجرم چی کنه، ما را جلو کرد 10 نفر دیگر رو، چون فکر کرد اینا غریب هستن، کسی رو ندارن، نمیدونست که ما خدا داریم. حالا خودش زیر گل خوابیده، مرده. رحمان ملک اسمش بود، خودش هم میدونست ما بیگناهیم. به هر حال یک اعلامیه داد که اینا نمیدونم مجرم هستن. تو باز این در بی بی سی گویا پخش شده بود. بی بی سی دنبال خبره دیگه، برای چه فرق میکنه؟
باز که پخش شده بود همه هم نزدیکام از ما فرار کرده بودن که بی بی سی که بگه دروغ نمیگه. اینجوری بود دنیا. و وقتی من آزاد شدم یک رفیق دارم که خیلی باهوشه. اون من لمس کرد گفت بابا بعد از 3 ماه ما آزاد شدیم بیگناه بودیم دیگه دعام کرد. گفت که بابا تو آزاد نشدی. میگم چرا؟ میگه بی بی سی که اعلام نکرده تو آزاد شدی. یعنی اینقدر اینا، البته این یکی به شوخی گفته بود. خب وقتی بی بی سی میگفت شر سقوط کرده، شر سقوط میکرد. و این که قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اینجا اکن فاسقون بنبأ فتبینوا، دیگه اگه به شما فاسقی و خبری آورد تحقیق کنید. ما اصلا به فاسق گوش میدیم، خود ما دنبالش میریم. در همین جنگ غزه شما ببینید چقدر دروغ میگن. روز اول اومدن خودشون میکشن، میگن که نمیدونم اینا سر بچه ها رو بریدن. یعنی چنین چیزی ممکنه؟ چرا که ما مسلمان هستیم دیگه. این قضیه که طرف که داره میجنگه خود به کشتن میده، میخواد اون طرف بهشت بره، باز دستور پیغمبر زیر پا میذاره بچه رو میکشه، بچه بیگناه رو. چنین چیزی شده؟ اینها اشتباهات اینا بود، متوجه هستید؟ و اینها وقتی از شهر فرار کردن، شهر که خالی شد، نفرهایی که در شمال بودن، یعنی نفرهای احمد شاه مسعود خودش کشته شده بود دیگه، نفرهای دیگه‌اش بودن، اونا اومدن شهر گرفتن، چون شهر خالی بود از پادشاه بود دیگه، طالبا فرار کرده بودن و پشت سرش آمریکایی اومدن. اما آمریکایی‌ها مجاهدین نمی‌خواستن. آمریکایی‌ها مجاهدین نمی‌خواستن. اونها خیلی با غرور اومده بود، گویا بوش خیلی آدم مغروری بود. اگه یادتون باشه وقتی عراق هم گرفت، جان پولمر یک چیزی بوده اسمش، این وردش فرمانداری نظامی عراق کرد، فکر می‌کرد که دوره استعماره، یعنی برای عراق یک حاکم نظامی آمریکایی گذاشت، مثل دوره انگلیس، مثل انگلیسی‌ها فرماندار نظامی داشتن. ولی وقتی که مردم دیگه حمله کردند و لوله‌های گاز از بین بردند و نمیدونم چی شد، دیگه رفت و داد به شیعه ها، مغرور بود خیلی. و در اینجا دیگه اون کارو نکرد، خواست از خود افغان‌ها بذاره، اما افغان‌هایی که مال خودشونن. شرط اول، من یک رفیق داشتم که این اون وقت با من گفته بود که آقا 4 نفر در افغانستان قرار است رئیس جمهور بشن، اگه یکی نشد دومی. این داییش شاعر بود، در سفارت چه رفت آمد داشت، سفارت آمریکا در پاکستان. اون 4 نفری که اون نام برد من یادم میاد دقیقاً اسمو، بعضیشو قبلا هیچ نشنیده بودم، بعضیشون هم تا حالا نمیشناسم. یکی گفت عبدالحق است، اینو شنیده بودم و سعی کردم اونو بالا بیارن که اون طالبا کشتن. بعدش گفت کرزه، بعدش گفت نمیدونم پاشاخان زدران، اینو نمیشناسم. آخرین نفری که اونا تو لیست گذاشته بودن که رئیس جمهور افغانستان بشه، اوحدی بود به نظرم، شخصی به نام اوحدی، 4 تا اسم یادمه. خب عبدالحق که کشته شد، با اینکه اومده بود که بره کابل قبل از پنشیریا، ولی کشته شد توی کوههای جنوب کابل. و عرضم به حضور شما که دومی رو آوردن، کرزه آوردن. شرط اول آمریکایی این بود که اینا انگلیسی خوب بدونن و این 4 نفر انگلیسی رو مثل آمریکایی صحبت میکردن. این اولین اشتباه آمریکا بود که سعی نکرد از بین مجاهدین که اونجا بودن، اونا چیزی نبودن که با آمریکا مخالف باشن، که فقط بس اصلا نمیخواست نام اسلام باشه. اگه میگه یکی از اونا رو تقویت میکرد و پول میداد، میتونست تمام افغانستان رو بگیره و باز با طالبایشون به زحمت نیفته. اما خب آمریکاست دیگه. خب بریم حالا نقش ایران رو ببینیم. ایران با طالبا خیلی بد بود دور اول، و الان نمیگم، الان خوبه. و حتی یه دفعه کامیون پر از گاز فرستاد تو قندهار از ایران مستقیم، و این رو به اصطلاح مواد منفجره بسته بود. این جلوی خونه مولا عمر خراب شد دیگه، گاز که منفجر بشه دیگه، میگه کامیون پر، یه تریلر به اصطلاح کانتینر. بس رئیس امنیت قندهار اومد گفت این هول بدیم بیچاره که جلوی از خونه مولا عمر بره دورتر. اینی که هول دادن، این تو راه منفجر شده، نفر گفته خراب شده، راننده فرار کرده. و من شنیدم که یک پسر و یک زن مولا عمر کشته شده. این شنیدای منه دیگه، طالبات هیچ وقت به این مسائل صحبت نکردن، ولی اون وقت من شنیده بودم. پس ببین چقدر با اینا بد بود. به دفعه قبل به شما گفتم که حتی به کمک احمد شاه مسعود سرباز فرستاده بود. حالا علت بدیش چی بود و حالا علت خوبیش چیه؟ علت بدیش این بود که آخوندا آرمانگرا هستن، هیچ خوششون نیومد که امیرالمومنین اسم رئیس طالبا باشه، و اونا امیرالمومنین فقط حضرت علی رو میدونن دیگه، همین برشون کافی بود. و چون که آخوندا الان قدرتشون کم شده، الان شما بدونید یا ندونید خواهید دید که آخوندا حالا قدرتی ندارن که اون وقت داشتن. حالا سپاه داره، سپاه عملگراست، آخوندا خیالگرا و آرمانگرا بودن.
سپاه واقع گراست، لذا الان با طالبان خوبه. و اونا کارهای آخونده به طالب بسیار شیعه های افغانستان هم بکشتن داد، یعنی با این دشمنی های بی خودی که کردن. این دفعه خیلی خوب رفتار کردن، اما اون دفعه به اصطلاح حتی با آمریکایی ها ساختن. وزیر خارجه انگلیس اومد گفت اگه هفای ما اونا که به یک نفرم برایشون مهمه، اگر به طور به صورت اشتباه در خاک شما اومد، شما باید که با اونا کاری نداشته باشی. اینا گفتن درسته. خود خاتمی گفت که ما با آمریکا یا کمک کردیم، و خاتمی در اون وقت رئیس جمهور بود، اومد کابل به دیدار کرزی رفت، در حالی که کرزی نگهبوناش هم آمریکایی بودن. یعنی بوش به افغان ها، به مجاهدین افغان اعتماد نداشت که دفعه کرزی نکشن. از خود آمریکا سربازای آمریکایی رو فرستاده بود برای کرزی که میگو من ریسک نمیگیرم. اینو آقای خلیلی زاد گفته. حالا ایران چرا این کار کرد؟ ایران فکر میکرد که همون سناریوی عراق میتونه بازی کنه تو افغانستان. به چه صورت؟ به صورت اینکه عرضم به حضور شما که به اصطلاح با دولت آمریکایی یه جا میشیم، حکومت به شیعه میده، اما خبر نداشت که افغان ها با عراقی ها فرق دارن. افغان ها وقتی نتونه دشمنی کنه دوستی میکنه. اونا هم دوست، اگر آمریکا رو دوست داشتن یا نداشتن، مثلا سیاف و دیگران که اکید نداشتن حتما، ولی دیگه دیدن که مجبورن از شیعه بیشتر به اونا نزدیک شدن و این نقشه ایران نگرفت. متوجه هستید که باز افغان ها اصلا کشورشون بر اساس که مذهب به وجود اومده، افغانستان بر اساس مذهب که شیعه صفوی عزتشون کردن به وجود اومدن، یادتون باشین. لذا این نتونست این کارو بکنه و دیگه پول آمریکا هم شیعه افغانستان هم خرید. اونا الان ببینید بعد از که سقوط کردن شیعه رفتن ترکیه، رفتن اروپا، نرفتن ایران، در که ایران مثلا ام القرای شیعه است. اما محقق و دیگران و دانش و اینا، اما بزرگانی که تو کابل بودن، همشون رفتن مثلا ترکیه رفتن، یا اون یکی رفت استرالیا. پس نقشه ایران نگرفت، ولی که در سقوط طالبا به شدت فعال بود. اما پاکستان چون که به اصطلاح دشمنی تاریخی با چی داشت، به طالبا کمک میکرد در دفعه اول. وقتی اینا به حکومت رسیدن، عرضم به حضور شما که اینا رو به رسمیت شناخت. ولی که وقتی که بوش اومد و با پاکستان اختار داد، در عرض 24 سال اینا عوض شدن. حتی آمریکایی‌ها گفتن پاکستانی ها رو که یک کمی با حالت خشم با اینا روبرو بشی فورا عوض میشن. و سفیر، یعنی طبق قانون دنیا اگر سفیر بالاخره به افغانستان به رسمیت شناخته بود، سفیر طالبان رو گرفت دستگیر کرد. طبق قانون اگر سفیری در کشور باشه و دولت اون سفیر سقوط کنه، اون سفیر میتونه پناهنده بشه تا همون کشور تا آخر عمر. این قانون بین المللی. مثال الان مثلا سفیر ایران است تو آمریکا، نوکر ایرانه، اما اگر که ایران سقوط کنه دولتش، سفیر میتونه بگه من دیگه ایران نمیرم، تو آمریکا به من پناه بدید، باید بدن. ولی پاکستان گرفت تحویل آمریکا داد همین ملا ضعیف رو، و این طبعا یه جور تأخیر برای پاکستانیا بود، چون مجبورش کردن. یعنی پاکستان هیچ آدم حساب نکردن. پاکستان از یه دیگه زیرزیرکی به طالبا کمک میکرد. بدبختش این است که تا این اواخر که باز باشون دشمن شد، یعنی قبل از که طالبا به حکومت برسن، دیگه اصلا نامید بود، یا نمیدونم به دلایل اینکه خود پاکستان هم سیکولار شده، طالبا رو دور زد و بلکه باشون دشمنی کرد. یک بار یادم میاد که شنیدم اینو، البته باز، که 24 نفر در حمله آمریکا تو پاکستان کشته شدن تو بمبارانش. پاکستانی اعتراض کردن، گفت ژنرال آمریکایی میگه ما چیکار کنیم، در یه بغل ما رو گرفتی، در یه بغل طالبا رو، هم ما رو کمک میکنی همونو. این داستان دور اوله. ولی بازم براتون میگم که هیچ در یک درصد هم شک ندارم که طالبا نفر پاکستان نبودن. کمک که الان هم از ایران میگیرن، که آیا مزدور ایران هستن؟ نه، هر کسی که کمک کنه انسان میگیره دیگه. و خود مجاهدین مگر از آمریکایی‌ها نمیگرفتن؟ یا هر کس تو هر جای دنیا این داستان هست. و پاکستانی رازای طالبا رو هم نمیدونستن، یعنی خیلی میگشتن بدون این از کجا پول میارن، نمیدونستن. البته به نظر من طالبا اونقدر پول نیاز نداشتن، چون غذاشو مفت بود دیگه، و مقدار پول خود آمریکایی‌ها هم بهش میدادن. از فسادی که در دوره کرزی و چی بود، عرض به حضورش، آمریکایی مستقیم نمیدادن ها، متوجه باشید من چی میخوام بگم. در دوره کرزی و اشرف غنی، همینایی که پول میگرفتن یه چیزی به طالبان میدادن که ما حمله نکن، یه چیز اسلحه میدادن، اسلحه که مفت برشون میومد دیگه. مثلا تو بعضی از جبهات فرمانده محلی با طالبان میساخت که آقا ما به تو کار نداریم، تو هم با ما کار نداشته باش، یا ما مثلا منطقه رو خالی میکنیم، بیا اسلحه رو ببر. متوجه هستید فساد عجیبی بود که حالا ما بهش میرسیم. متوجه هستید؟
عرض به حضور شما که الان بریم به دموکراسی. یعنی اصلا بحث امروز من می‌خواستم حتی عنوان برنامه رو بذارم دموکراسی آمریکایی. آمریکایی‌ها اومدن می‌خواستن نمی‌دونم حالا چی احتمال ابرقدرت در حال سقوطه. این یک رفیق من به من گفت که خیلی آدم باهوشه. این گفت که این با آمریکایی هم کار می‌کرد. میگفت که آقا من این دولت میگه ارتش آمریکا به هیچ جا نمی‌رسه. گفتم چرا؟ میگه که اینها توی پادگان خودشون اگر یه گیره کاغذ نباشه کارشون لنگه. گیره کاغذ که دو تا کاغذ به هم بچسبونه. این میگه این ارتش نمیتونه جنگ کنه. و دقیقاً همونطور شد. من گفتم اون آدم خیلی باهوش بود، دورو میدید. اینها میخواستن کردستان مثل کردستان عراق که دموکراسی درست کردن دیگه، ظاهرا دموکراسی هر که آزاد حرف بزنه، اما ریشه خرابه. اینا ریشه رو در دست خود گرفتن، یعنی کرزه ای آوردن. شما نگاه کنید افغانستان یک کشور تقسیم شده است. فارس و پشتون و نمیتونم ترکمن و بلوچ و ازبک و هزاره و مذهب، حتی مذهب شیعه و سنی است. محال ممکن است که یک نفر افغانی در انتخابات آزاد در دور اول 50% رای بیاره. امکان نداره. هیچ اصلا امکان نداره. ولی آمریکا چون که تقلب بود دیگه. کرزی هم 55% رای آورد، به دور دوم نکشوند، حوصله نداشت. و اشرف غنی هم دو دور انتخاب شد، به 55% رای آورد. دوستی داشتم که میگه من در اسلام آباد بودم، به من زنگ زدن که بیا تو نمیدونم کمیشنر انتخاباتی در فلان جای نورستان شو. میگه ما که بلد نبودیم، پول که میدادن رفتیم اونجا، گفت رای بر من اصلا به نفع فلان بریز. میگه اگه 2000 نفر داشت خودش میخندید به خدا، قسم خودش من گفت ما میگه 3000-4000 رای دادیم. یعنی شهر اصلا 2000 رای داره. ده این همچین بلبشویی بود، ظاهرا دموکراسی بود. میتونستی حرف بزنی، میتونستی اشرف غنی رو فوش بدی، کرزی فوش بدی، نمیدونم هر چه دلت میخواست میتونستی بگی، اما ریشه دست خودشون بود، داشتن کار خودشون رو میکردن. ابدا نمیشه گفت انتخابات آزاده. نشون به اون نشونی. وقتی که اینا سقوط کردن، آقای خلیلزاد از دهنش در رفت. گفت ما به اشرف غنی گفتیم، اونا خیلی ناراحت شدن از فرار اشرف غنی، ذلت بزرگی برای آمریکا بود. میگه ما بهش گفتیم که تو چرا اینقدر دچار توهم هستی؟ تو که رأی اکثریتو نداری، تو که با تقلب اومدی. یعنی اینو گفت بدبخت یه دفعه از عصبانیت. یک وزیری بود، من نمیدونم وزیر چی است، اسمش فقط یادم است، سپنتا یک وزیر افغانی بود. گفت ما به شما گفته بودیم که، به خلیلزاد گفت توی میدیا که ما گفته بودیم با تقلب اومدید، شما حالا میگه به من حرفو میزنید. به هر حال چیزی به نام دموکراسی نبود. الان افغانایی که مخالف طالبان هستن میگن جمهوریت. ولی چی جمهوریتی؟ هر کس میدونه که چیزی نبود، یک انتخابات تقلبی بود. و کسایی اومدن که اصلا ما که تو افغانستان به اصطلاح کارشناس بودیم، به یک معنی میدونستیم، ما نام کرزی هیچ نشنیده بودیم. چطور این رئیس جمهور میشه در دور اول؟ نام اشرف غنی رو اصلا نشنیده بودیم. چطور این رئیس جمهور میشه؟ یعنی تو دوره جهاد که از اول شروع شد، از سال 62-63 تا سال 75 که آمریکایی‌ها به اصطلاح باز اومدن، اصلا اسم نشونی از کرزی اشرف غنی نبود. خب چون که اینا انگلیسی میدونستن، یکیشون زنش آمریکایی بود، به اصطلاح انتخاب کردن. البته کرزی از اشرف غنی خیلی بهتر بود، دو تا رو نمیشه در یه ردیف گذاشت. متوجه هستید؟ خب وقتی که فساد از بالا باشه دیگه فساد دیگه. حالا بذارید آخری چیزی که میگم فسادش باشه. فساد اینها به قدری عجیب بود که باور کردنی نبود. یک علت سقوط اینا هم همین صبر آمریکایی به سر اومد. مثال وقتی که طالبان انتخابات میشد، انتخابات دیگه ظاهرا برای آمریکایی مهمه، نمیدونم با اینکه تقلب میکردن شاید برای کشور خودشون مهمه. طالبان زدن نمیدونم پایه‌های برق از بین بردن کابلو. خب میگه وقت دارید برید درست کنید. طبعا فساد دیگه، اینا میگن آقا اونجا مین گذاری شده ما نمیریم. خود آمریکایی رفتن مثلا با مین گذاری پاک میکردن. تا این فاصله که این پاک کنه، برای تو میفهمید، شما میفهمید که غربی ها به اصطلاح به وقت اهمیت میدن. سفیر آمریکا نوشت که آقا من چنین، تو توییتر نوشت که من شنیدم که چیزی که ما 100 میلیون دلار دادیم برای یک چیز داشتن، اینا یک نیروگاه برق داشتن 100000 کیلوواتی یا 100 کیلوواتی دیگه تو. میگه چرا اونو فعال نمیکنه؟ میگن چی نداره؟ بنزین نداره، سوخت نداره. آیا این حرف راسته؟ و مؤدبانه نوشت. خود اشرف غنی در جوابش نوشت که شما 10 دلار میارید، 9 تا در جیب خودشون میندازید، جیب خودتون میذارید، 1 دلارشو در اینجا خرج میکنید. این اصلا ربطی نداشت. خب پول داده، 100 میلیون دلار داده تو بانک برای اینکه شما همین برق فعال کنید.
حالا طالبا درست کرده در این دوره، یعنی فکر کنید و اونجا با اون کمک آمریکا اینا درست نمی‌کردن، خب شرط هاری که بگه حداقل اینه که روشن کن. مثلا این چیزا دیگه اعصاب آمریکایی رو خراب کرد. باز این عوضی که میگه خدا سه کس رو دوست نداره، یکی گدای متکبر، یکی پیرمرد پیرزن زانی، یکی پادشاه دروغگو. تو که گدای آمریکایی میکنی دیگه تکبر چرا؟ یعنی این حرف بس... اینا سفیر اینا فکر میکرده مثل کشور ماست. سفیر تو یه کشوری مثل چیه؟ مثل پادشاه است پیش آمریکایی‌ها. سفیر یعنی رئیس جمهور برای اون کشور. لذا وقتی اینا به سفیر تو این کردن اون آقا 100 میلیون رو برگردوند، اینا اصلا ککشون هم نگزید. 100 میلیونی که داده بودن برگردوندن، بلکه 1 میلیارد دلار وقتی که به اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفتن با هم دوست بشید، اینا حاضر نشدن، 1 میلیارد دلار برگردوند تو دوره ترامپ. دیگه اونا ناامید شدن از اینا که این فساد عجیبه. مثلا ببینید در مسئله فساد براتون بگم که نگید بسیاری فقط صحبت میکنه. نگاه کنید این خبر در هر جا چی بزنید، صالح یعنی امرالله صالح معاون رئیس جمهوره، میگه کمیشن کاران روزانه 100 هزار دلار از فروش ویزای پاکستان به جیب میزنن. روزانه 100 هزار دلار، فکر کن که ویزای پاکستان برای افغان ها مجانیه. روزانه اینها 100 هزار دلار چی میکردن؟ میدزدیدن توی فقط تو یک دستگاه. یعنی چطور ممکنه چنین چیزی؟ یه اینه نگاه کنید، با این همه پولی که برایشون میومد، این خود آقای اشرف خانی داره میگه، بذارید من اینو بزرگ کنم اول که بینندگان ببینن. خود آقای اشرف خانی داره میگه وقتی که ببینید بیارید، غنی 90% مردم افغانستان زیر اون این دیگر بیارید، همین که الان آوردم، غنی 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. متوجه هستید؟ یعنی این آخر سالشه. وقتی که بایدن رو مردم زیر فشار آورد که آقای بایدن چرا از افغانستان رفتی، دیگه هیچی نتونست بگه به خبرنگارا. گفت که کدومتون میخواید 300 میلیون دلار در هفته خرج کنید؟ دستشو بلند کنه. یعنی میگه من در افغانستان هفته 300 میلیون دلار خرج میکردم ولیکن بازم کشور به اینجا نرسیده، چیکار کنم؟ بس بهتر بذار که تموم شه. و این یکی از بدبختی های اینا بود. یعنی ما اگه بخوام از فساد اون دوره بگم، حالا تو دوره ای که بعد که میاد براتون میگم، این هیچ کس نمیتونه رد کنه. متوجه هستید؟ و بزرگترین عیب از این عیب بزرگترم داشتن. شما حالا یک فیلم ببینید، این داشات آقای چی؟ آقای عرضم به حضور شما اشرف غنی، یک استاندار والی برای مثلا یکی از ولایت های شمال فاریاب تعیین کرده. مردم میگه ما اینو قبول نداریم. بابا این رئیس جمهور آخر. میگه نه باید جنرال دوستم تعیین کنه. همین جنرال دوستم تازه معاون رئیس جمهوره. نه میگه تو کی هستی برای ما چی تعیین میکنی؟ در یک ولایت دیگه که به اصطلاح سرپل میشه، والی فرستاده شده توسط آقای اشرف غنی رو از هوا برگردوندن. یعنی بینشون اختلاف عجیبی بود. مثلا این فیلم ببینید که مردم در فاریاب، مردم نیستن، هم نفر دوستم هستن، میگن وقتی تو نمیتونی والی انتخاب کنی، خب نمیتونی پلی رئیس پلیس هم انتخاب کنی، هیچ کسی نمیتونی انتخاب کنی. یعنی یک کشوری بود که کاملا از هم پاشیده بود با اینکه آمریکای بالا سرشون بود. دیگه فکر کنید، ببینید این فیلمو. اگه دوستم بوام با پدر من اون با اونجا زنگ را کن، اجازه هست ما والی تعیین کنیم؟ از اجازه بگه باز والی تعیین کو. چیکار هستی تو بیا اینجا والی تعیین میکنید؟ تعیین کردن نمیتونی، او ملک صاحب داره و مارشال قهرمان داره. همه پیام مده تو براس اشرف غنی بار بار گفت. براس اشرف غنی بار بار گفت. تو بابام با پدر من اون با اونجا زنگ رو رای کن، اجازه هست ما والی تعیین کنیم؟ از اجازه بگه باز والی تعیین کو. چیکار هستی تو بیا اینجا والی تعیین میکنید؟ تعیین کردن نمیتونی، او ملک صاحب داره و مارشال قهرمان داره. همه پیام مده تو براس اشرف غنی بار بار گفت. این دوبار برای این پخش کردن که ببینی چی داره میگن. میگن آقا تو اشرف خانی، میگه تو کی هستی که برای ما والی تعیین میکنی؟ شهر ما میگه پادشاه، خودش پادشاه داره، منظورش دوستمه. و اگر این طالبان نمی اومدن، من براتون به اصطلاح، چون بایدن به این معتقد بود که افغانستان باید تقسیم بشه، میگفت این دو ملته، من به شما ضمانت میدم، به شما با قسم یاد میکنم که اگر که طالبان نمی اومدن این کشور تقسیم میشد. رئیس جمهوریش کاری بود دیگه.
فکر کنید که میخواد چی بیاره، نمیتونه انتخاب کنه. از اون بالاتر اصلا در یک انتخاب دو تا رئیس جمهور تعیین، یعنی روزی که میخواستن، یعنی اینجوریه که یک کشور شکست میخوره دیگه. مردم حالا میگن نمیدونم طالب با آمریکا ساخت و طالب با پاکستان ساخت، همش حرف مفته. در یه روز رئیس جمهور میخواد انتخاب شده، یکی دیگه میاد رئیس جمهور خودش اعلام میکنه در یک روز. شما ببینید در فیلم بعدی که نظام را از شر کاغذبازی اداری و رشوه‌ستانی بیشتر پاک نمایم تا عایدات ما بلند برود و سکتور خصوصی ما. دا زره نه دا کمیسته، دا تتر دا افغانستانو خلقو لپارا قربان ده، دا سر قربانه ایتا حاضر ده. لوی هم لیم لیدلی یو دو انفجار نمجاره گره. قرار که نه، قرار که نه. یه همون رئیس جمهور فراریست که میگه من نمیدونم کلقم نپوشیدم و هر وقت اینا مثلا چیز مهم داشتن طالبا قدرت خودشون رو نشون میدادن. یعنی اینا حالا چرا طالب اینقدر قدرت داشت؟ به خاطر فساد عظیمی که بود. من یادم میاد یک حرفی همین لنین بدترین آدم دنیا سالی یه حرفی زده بود که ظاهرا حرف درستیه. میگم این سرمایه‌دارا همون تناب داری هم که میخوان بهشون اعدامشون کنیم اونو به ما میفروشن. بابا اینا اسلحه خود میفروختن. اگه طالب هم میومد کشور در هم ریخته بود. ظاهرا 300 هزار نفر سرباز داشتن ولی 60 هزار 70 هزار سرباز بود. یه دفعه بی خود که نریخت، یعنی یک ارتش 300 هزار نفری که آمریکا تربیت کرده باشه ایران هم میتونه بگیره. ولی فساد در عمق چیز اینا بود. برای همین اینا هر وقت سخن چی داشتن طالب دیگه با یکی ساخته منفجر میکنه. نمیگم حالا طالب شجاعت خود نداشت، داشت، ولی در این طرف هم وضع خیلی خراب بود. چون من میدونم بعضی این حرفای من قبول نمیکنن، من شاهد میارم از خود آمریکایی ها. آمریکایی ها خودشون هم دوز بودن، متوجه هستید؟ باز تو برنامه بعد میگم. ولی حالا که دیگه سقوط کردن و اینا پول تقسیم نمیکنن، دیگه سقوط کرده افغان ها چرا پول بده به آمریکا؟ آقای میر رحمان رحمانی نفر سوم بود، رئیس پارلمان بود. حالا تو افغانستان طالبان بهشون کار نداره، طالبانشون عفو عمومی اعلام کرد، نه کرزی کار داره، نه عبدالله عبدالله رو، نه اینو، نه هیچ کسو، مالشون هم نگرفته. این کاری است که واقعا باید آخوندهای ایران یاد میگرفتن. این ببینید آمریکا در مورد اینا چی میگه. آمریکا اعلام کرده که رحمانی میلیون ها دلار رو به سرقت برده. بچه عرض به حضور شما چی؟ پسرش هم 40 تا شرکت داره تو چی؟ 44 تا شرکت تو آلمان فقط داره. آمریکا تحریمش کرده، شرکت هایی که تو آمریکا داره رو دستگیر به اصطلاح ممنوع کرده. خب شما چرا وقتی سر کار بود نمیگفتی؟ برای اینکه خودشون شریک بودن. امپراتوری آمریکا در حال سقوطه به نظر من. خودشون هم در این فساد شریک بودن. من شنیدم از کسایی که بنزین چی می آوردن، بنزین هواپیما رو می آوردن به پایگاه بگرام، تو راه به پاکستانیا می فروختن. وقتی به چی می رسیدن نمیدونم یه چیزی دارن داخل میکنن که چقدر اندازش می گیرن دیگه، که چقدر به اصطلاح بنزین هست یا نه، طبعا کم می شده. اینا به همون پول سرباز آمریکایی هم پول میدادن. همون راننده ها مثلا 5000 دلار بنزین هواپیما دیگه گرونه دیگه، اون مال آمریکا. مثلا 5000 دلار میداد تو دستشو به اصطلاح چی میکرد؟ اون میگفت اوکی اوکی برو. میرفت در بک‌گراوند خالی میکرد نصف مثلا تانکر رو. و باز این پول رو من شنیدم که خود همین راننده ها میدادن که ببر در پاکستان از اونجا برای ما بفرست آمریکا، چون خودشو مستقیم که نمیتونم بفرستم اونجا، حساب کتاب داره. یعنی اینجور وضع خراب بود. و الان همین دلیله که آقای میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان اگر میلیاردها میلیون‌ها دزدیده، تو چرا الان میگی که دو سال گذشته؟ الان چرا میگی که دو سال گذشته؟ پس معلوم است که خود دزد هستی. اینا اصلا جواب ندادشون، میدونی که جواب بده آبروش بیشتر میره. میخوام بگم که وقتی رئیس پارلمان وضعش اینطور بود دیگه اون کشور میتونه که طاقت بیاره وایسه، ولو که آمریکا که مرده رو با پول زنده میکنه، آمریکا پشتش بود نتونست. چون فساد فقط یکی دو نفر نبودن. ببین مثلا فرض کنید پادشاه عربستان سعودی مثلا فرض میکنیم فاسده، خب یه ده نفر میخورن دیگه. اینها هر دهاتی یک نفر رئیس بود، همه میخواستن بخورن. و اینکه این 20 سال این کشور دوام آورد به خدا به هنر آمریکا بود که اینقدر پول بهشون داد. هفته 300 میلیون دلار. برای اینکه بدونید هفته 300 میلیون دلار چقدر پوله،
شما رو میبرم یه داستان تموم میکنم. آقای ترامپ رئیس جمهور اوکراین به این زنگ زد که آقا 400 میلیون دلار، 400 میلیون دلار این هفته 300 میلیون دلار داره خرج میکنه، 400 میلیون دلار که به ما گفته بودی وام میدم که بده دیگه این وامو، گفته به شرط بهت میدم که به اصطلاح زاغسیه پسر بایدن رو بزنی، پسر بایدن اونجا بود، رقیب بودن دیگه، که ببینیم چی کار میکنه باز بهت پول میدم. خب سخنان رئیس جمهور آمریکا رو مترجمه میشنون، اون فورا به رئیسش گزارش کرد که رئیس جمهور ما داره رشوه میگیره. یک جنجال بزرگی شد. ولی ببین که 400 میلیون دلار چقدر پوله که آمریکا به رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور اوکراین میگه که این 400 رو میخوای یه دفعه تو عمرش باید این کارو برام بکنی. هفته ای 300 میلیون دلار به افغانستان میومد. هفته ای. باز اینا نتونستن، برای اینکه پیغمبر ما فرموده که اگر انسان یک کوی طلا داشته باشه دومی رو میخواد. هرس انسان دو تا رو داشته باشه سومی رو میخواد. لذا این دموکراسی به اصطلاح از ریشه خراب، مردم که حق کاری نبودن، که مردم چیکاره بودن؟ همین رأی ها رو اینا میخریدن، یعنی به کمیشن. من شنیدم در یک روز مثلا 120 هزار متا رشوه دادن. مدل های بالای ماشین سویچش می آورد رو میز، مثلا اون کسی که کاری بود برای انتخابات مینداخت. یعنی این از یک نفر دو نفر نشنیدم، ندیدم، ولی نمیشه همه دروغ بگن که دیگه، همه این دیگه واضحه. حالا دفعه بعد من باز دلایل بیشتری میگم. خلاصه صحبت اینه که قدر نعمت باید دونست. حالا اگه شما مثلا میگید جمهوریت، ما جمهوریت میخواستیم هرچند که هیچ نعمتی نبود، ولی حداقل قدرشه که میدونستید که چرا افسوس میخورید. شما که نمیذاشتم اون اشرف خانی اون طرف تر عوضش طالبا ببین چیکار بود، رهبرشون مرد با اینکه پراکنده بودن، رهبر دومی که انتخاب کردن بعد از ملا عمر سر پشتش وایستادن، رهبر دومشون که کشته شد رهبر سوم پشتش سرش وایستادن. دنیای قانونی داره، برای همین تونستن بزرگترین ابرقدرت دنیا رو شکست بدن. و اینها توی دیوار به دیوار، یکی میگه من رئیس جمهورم، یکی میگه من رئیس جمهورم، اون میگه تو نمیتونی بر من چی بیاری. هیچ قدرتی رئیس جمهور نداشته، قدرتی به اصطلاح تو میدیا داشته حرفای مفت میزده مثل که الان شما دیدید. خب صحبت زیاد شد، بمونید برای بقیهش برای برنامه بعد. الله حافظ و نگهدار شما.